بینندگان عزیز، با سلام به شما و با درود به دانش آموزان در سراسر کشور که خشم و اعتراضشون رو علیه رژیم سر دادن و همچنین با تبریک به مناسبت پیروزی مردم و مقاومت ایران در دادگاه بلژیک. صبح امروز جلسه مقدماتی رسیدگی به درخواست استیناف عاملان طرح بمبگذاری در گرد همای مقاومت ایران در دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک برگزار شد. در این جلسه رژیم در وحشت از دریافت یک شکست بزرگتر از طریق وکلاش، درخواست استیناف از محکومیت اسدی رو پس گرفت و به حکم قبلی دادگاه آنتورپ در تاریخ 4 فوریه 2021 به اون رضایت داد و حکم 20 سال زندان این دیپلمات تروریست قطعی شد. برای بررسی اهمیت این خبر و ارتباط اون با اعتراف ظریف و روحانی در مورد نقش وزارت خارجه رژیم و شورای عالی امنیت اون در عملیات‌های خارج از کشور همراه میشیم با دکتر سنابرق زاهدی. بله دکتر زاهدی، به شما خوش آمد میگم. خوشحالیم که امروز مهمون گفتگوی ما هستین. با همین خبر روز که محکومیت این دیپلمات هستش و در واقع رد استیناف، خبر رو شروع کنیم. من میخواستم اگه موافق باشین ابتدا گزارشگرمون مهدی نوبری در تو همین دادگاه رو لحظات کوتاه بشنویم دکتر سنابرق، و بعد شما بفرمایید جزئیات بیشتر. خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان و به طور خاص به برادران و خواهران عزیزم در داخل ایران در کانون‌های شورشی، و با دست مریضات گفتن به اونها، امیدوارم که بتونیم در این برنامه تا حدودی بتونیم ابعاد اونچه که امروز اتفاق افتاد رو برای بینندگان توضیح بدیم. بله بسیار خوب، پس با گزارش مهدی نوبری شروع کنیم. خواهش. امروز چهارشنبه 5 ماه می مقابل دادگاه فرجام آنتورپن هستیم در رابطه با پرونده تروریست اسدی و سه همدست مزدورش. همونطور که میدونید امروز وکیل دیپلمات تروریست اسدی رسما اعلام کرد که هیچ فرجام خواهی نخواهد داشت و این پرونده رو واگذار میکنه، یعنی که 20 سال زندان برای دیپلمات جنایتکار اسدالله اسدی رسمیت شناخته شد و حالا منتظر این هستیم که اتحادیه اروپا مواضع خودش رو محکم‌تر بکنه و یک واکنش محکمی رو در مقابل رژیم تروریست پرور آخوندها داشته باشه. سه همدست آنها در ماه نوامبر 17 و 18 نوامبر پروندهشون بازرسی خواهد شد. مهدی نوبری هستم، تلویزیون ایران آزادی، آنتورپن. با تشکر از مهدی. دکتر زاهدی بفرمایید، شما از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگین. بله، عرض شد خدمت شما که در جلسه امروز دادگاه استیناف آنتورپ قرار بر این بود که یک جلسه مقدماتی برگزار بشه. جلسه مقدماتی در واقع جلسه‌ای هست که همواره تو کیس‌های بزرگ این جلسه برگزار میشه. این جلسه مقدماتی به این معنی هست که در واقع سازماندهی میکنه نحوه برگزاری دادگاه و مراحل مختلف اون رو، چون که اینجوری هست، حالا به طور خاص توی بلژیک هم اینجوریه که چون توی هر دادگاهی یک متهمی وجود داره، معمولا طرف متهم دادستانه، یعنی به اصطلاح دولته، یعنی کسی که از منافع عمومی دفاع میکنه. از طرف دیگه حتما یه جرمی وقتی صورت گرفته، یک سری آدم ها از اون جرم متضرر شدن یا قرار بوده متضرر بشن یا فرض بر این بوده که متضرر بشن، اونا هم میشن در واقع شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی، استراتی که استرات خاص حقوقیه. به هر حال برای اینکه اون دادگاه برگزار بشه، اینا یک مبادلاتی با هم دی دارن. مثلا فرض کنید که متهم یا اون کسی که سوژه دادگاه هست، اون باید حرفاشو به دادگاه بگه که من چی میخوام بگم، که در واقع میشه لایحه وکلای اون متهم. در طرف مقابل اون کسانی که متضرر شدن، اونها میخوان حرفان رو رد کنن یا به هر حال حرفای خودشون میخوان بزنن که این جرمی که قرار بوده اتفاق بیفته
چه ویژگی هایی داشته، چه مشخصاتی داشته، چه خسارات هایی وارد میکرده، اینم میشه طرف مقابل. این تبادل لوایح به اصطلاح صورت میگیره. توش سیستم بلژیک به طور مشخص اینجوری هست، تو خیلی کشورها اینجور نیست. در واقع بیشتر خود دادگاه همین کار رو میکنه. تو بسیار از کشورها در واقع جلسات خود دادگاه اونقدر زیاده که همه این جزئیات تو خود دادگاه صورت میگیره. اونجا ولی تبادل لوایح هست. خب بنابراین این جلسه مقدماتی شکل میگیره برای اینکه سازماندهی کنه همین شیوه کار رو که کی چجور کی در واقع لایحه‌شو میده، لایحه جوابیه کی میاد، لایحه اصلی کی میاد. بعد دادگاه همین الان مهدی نوبری گفت که قرار 17 و 18 نوامبر اصل دادگاه برگزار شه. پس این که این تاریخ دادگاه این زمانه امروز مشخص شده. امروز مشخص شده یعنی چی؟ یعنی دادگاه تصمیم گرفته، زمان باز کرده، اون زمان دو روز رو آزاد کرده برای رسیدگی به این پرونده. در این حال به وکلای متهم، به وکلای شاکیان خصوصی، به همه اینا اطلاع میده و به نوعی به توافق میرسن از قبل روی این زمان مشخص که همه بتونن بیان دادگاه شرکت بکنن. داره. پس موضوع این دادگاه این بوده. حالا این دادگاه البته بعد از این هست که محکوم، یعنی کسی که علیه حکم صادر شده، این درخواست استیناف کرده باشه. میگن که این حکم در 4 فوریه، بله، که یادم نیست که تاریخ خودمون کی میشه، فکر کنم میشه اواخر دی اگه اشتباه نکنم، یا نه بهمن، بخشید وسط بهمن میشه، فکر کنم میشه 14 بهمن اگه اشتباه نکنم، وسط بهمنه. اون زمانی حکم صادر شد. حکم چی بود؟ حکم بود که اسدالله اسدی 20 سال زندان محکوم شد، اون سه نفر دیگه هم به 15 و 17 و 18 سال محکوم شدن. خب زمانی که حکم ابلاغ میشه به اینها، از همون زمان یک مدتی وجود داره، یک مهلتی وجود داره، در اون مهلت قانونی بهش میگن. در این مهلت قانونی اینا میتونن درخواست استیناف بکنن. یعنی حرفشون در واقع، مضمون حرفشون اینه که ما این حکم قبول نداریم، این حکم اجحاف به ماست، بیش از اندازه لازمه، اصلا ما جوری مرتکب نشدیم، ما مدعی هستیم که ما به اصطلاح دست پاکیم، بنابراین با دادگاه ما رو تبرئه میکرد، برای دادگاه ما رو محکوم کرده، بنابراین ما میخواییم که مجددن یک دادگاه بالاتری به این کیس رسیدگی کنه. استیناف یعنی این، یه دادگاه بالاتری، سطح بالاتری از دادگاه به این کیس رسیدگی میکنه که این دادگاه دادگاه استیناف. خب این کار رو هر 4 نفر، وکلای هر 4 نفر انجام دادن، یعنی هم وکیل اسدی این کار انجام داد، هم وکیل استتوریست دیگه. اما بعد از اینکه این کارو کردن، با یک کاری هم باید بکنن، باید یک فرمی رو پر کنن که در واقع یک لایحه مانندی رو خیلی مختصر بدن به دادگاه که در اون توضیح، این به اصطلاح فرم الزام آور قانونیه، که در اون فرم می‌نویسن که چرا ما میگیم که این حکم ناعادلانه است، نادرسته، و حالا هر استدلالی که دارن، درخواستشون در واقع، یعنی پشتوانه درخواست، خود درخواست که درخواست دادن، بله، پشتوانه درخواست رو اسدالله اسدی نداد، اون ستا دادن ولی اسدالله اسدی نداد، که خب یه مقدارم سوال انگیز بود برای وکلا که برای چی این کارو کرده. معتقد بودن که شاید این میخواد بیاد تو خود دادگاه یک استدلالی بکنه به اصطلاح برای این که چرا این کار رو میکنه، و از دادگاه بخواد که رسیدگی کنه، رسیدگی استنافی بکنه، چون برای درخواست رو کرده بود از اول. امروز اتفاقی که افتاد مشخص شد که نه، اینجور نیست. اسدالله اسدی نمیخواد در مرحله استیناف شرکت بکنه. به عبارت دیگه اصلا استیناف نمیخواد. اون استینافشو فرمالش هم چیکار کرد؟ پس گرفت. حالا چرا اصلا استینافو قبول نکرد آقای اسدی؟ چرا قبول نکرده؟ خب یک نگاه ساده اینه که خود رژیم داره میگه. میگه که رژیم حرفش اینه. میدونید که اسدالله اسدی دادگاه اول هم اصلا شرکت نکرد. بله. خب میگفت که من دادگاه رو رسمیت نمیشناسم. خب باش. چرا اسدی میشناسه؟ چون که دادگاه این رو دیپلمات نمیشناسه. خب نگاه کنین، این که اسدالله اسدی دیپلمات هست و در ماموریت دیپلماتیک بوده یا نبوده، کی باید بگه این که بوده یا نبوده؟ خب دادگاه باید بگه دیگه. مگه مرجع بالاتر از دادگاه در جهان وجود داره؟ تمام جهان مرجع نهایی حرف زدن در مورد حق و باطل یک حرف اسمش دادگاهه. میگن بریم دادگاه، همه دنیا اینو حرفو میگن، میرن دادگاه. خب اینو دادگاه، خب بیا دادگاه حرف بزن. و این دادگاه نمیاد حرف بزنه. اینکه نمیاد دادگاه حرف بزنه، در واقع داره تو سر خودش و رژیمش و خامنه ای و روحانی و ظریف و همه آدمایی که به اون وصله، تو سر اونا میزنه. چرا؟ اونا دارن تو سر خودشون میزنن. چون که بالاخره در یک کشور دموکراتیک مثل بلژیک که این حرفو کسی نمیتونه، کسی نمیخره این حرفو، که هیچ انسان منطقی و معقولی این حرفو نمیخره. این حرف مسخره است که طرف بگه من نمیام تو دادگاه حرف بزنم چون که تو منو به عنوان دیپلمات. سوال اینه، تو که نمیای دادگاه کجا میخوای بری؟ اون حرف تو کجا میخوای بزنی؟
تو میگی که حرف درسته که تو دیپلمات بودی، باشه بسیار خوب تو دیپلمات بودی، ما داریم باش مهاجه میکنیم به اصطلاح، اون حرفو کجا میخوای به کرسی بنشونی اگر میخوای دادگاه بیای؟ خب اینجا اون حرفو فقط با عمل توریستی میخواد به کرسی بنشونه، فقط با عمل توریستی، با توطئه، با تهدید و شانتاژ، با پول و تجارت و معامله و استفاده از استثمارات. حالا اگر اینا کاربرد نداشت چی؟ اگر اینا کاربرد نداشت پس باید بشینه مثل سه سالی که تو الان آب خنک خورده بره تو زندان، تو سلول انفرادی زندانشو بکشه که همین کارم خواهد کرد. بنابراین به ظاهر اومده در اعتراض به اینکه سیستم قضایی بلژیک نپذیرفته که این آقا دیپلمات هست، این جنایتکار دیپلماته، به این خاطر من دادگاه شرکت نمی‌کنم. این حرف رو کسی نمی‌پذیره، دادگاه هم نخواهد پذیرفت. بنابراین مضمون اون چی که اتفاق افتاد امروز چیز جز این نیست که حکم دادگاه بدوی تثبیت شد، قطعی شد و رژیم تسلیم شد. چرا؟ برای اینکه یک سوال خیلی ساده هم میشه پرسید اینجا. فرض کنیم که اصلا دادگاه استیناف تشکیل میشد، میخواست رسیدگی کنه و به این بالاتری مجازات هم بده، همین مجازات هم میداد. یعنی امکان محکومیت اصلی در دادگاه بیش از 20 سال اصلا متصور نیست. بنابراین اکثریت مجازات رو گرفته، اشد مجازات رو گرفته که من توی برنامه گفتم تا اونجا که من یادم از بچه هم پرسیدم چه کاری به کارش میکردن که واقعا آیا تا حالا یک مورد یادشون میاد دیدن خودشون شاهد بودن که یک کسی در یک دادگاه به اشد مجازات محکوم بشه؟ میشه که دادستان درخواست بکنه اشد مجازاتو، ولی دادگاه همواره پایین تر میگیره، همواره اینجوریه. ولی اینو در واقع اون ماکسیموم متصور رو محکوم کردن که 20 ساله. بنابراین من فکر میکنم که اسدی با این کارش در واقع چی میگن، به پای خودش شلیک کرده، به پای خودش و رژیم شلیک کرده. هیچ یعنی رژیم در واقع پا... چون اسدی که خودش کاری نیست که بله. اسدی یک مجریه توی اون، درسته که یک مقام به اصطلاح بالای با بیش از 30 سال سابقه جنایت و به اصطلاح دیپلماسی و کارت وزارت اطلاعات اینا بوده، این حرفا درسته، ولی به هر حال در اون دستگاه و در اون ماشین جنایت رژیم آخوندی اصلا یک مهره است. اون کسی که تصمیم گیرنده است، تصمیم گیرنده بالایی اونه که اون بالا هم خیلی بالاست. بی تردید این تصمیم برای عدم شرکت پس گرفتن این رو من تردید ندارم که شخص خامنه‌ای حداقل اوکی کرده، خودش اصلا نگرفته، اوکی کرده که این کار صورت نگیره. بله در تا همین بخشید من یک مثال در این مورد بزنم که خواهش من خواستم سوال هموطنی هم تو همین رابطه بپرسم. شما بزنید. یک دادگاهی بود کرستی میکرد به جنایت ترور رفیق حریری و 15 نفر توی بیروت. بعد همزمان با شروع اون دادگاه شیخ قطر رفت پیش خامنه‌ای و بهش راجع به این دادگاه صحبت کرد. خامنه ای اونجا حرف زد، گفت اصلا این دادگاه نیست، اصلا ما این دادگاه قبول نداریم اصلا. خب نگاه کن، خامنه ای دادگاه ویژه بین المللی رو که شورای امنیت ملل متحد یعنی بالاترین ارگان جهانی تصمیم گرفت تشکیل بده به رسمیت نمیشناسه. همین خامنه ای بی تردید گفته که چیزم من از این مثال میخوام اینو جیری کنم که تصمیم برای این که این استیناف رو پس بگیرن و اسدی تو مرحله استیناف نره رو شخص خامنه ای گرفته، به خاطر همون، به دلیل همون سابقه که من عرض کردم که اصلا گفتم دادگاه رو قبول نداریم، دادگاهی که 1 میلیارد دلار بودجش بود و رسیدگی کرد به جنایت رفیق حریری. از روز اول خامنه ای مثلا دادگاه قبول نداریم، مثلا دادگاه سیونیستاس و آمریکایی‌ها و فلان، از این حرفای شر و ورای تبلیغاتی که فکر نمی‌کنم ایشون جدی رو به سرا گوش بده. بله در تو همین رد درخواست استیناف هموطنم تو البته سوالی پرسید دکتر زادی، گفته که چرا رژیم درخواست استیناف اسدی رو پس گرفت؟ یک توضیح کوتاهی داده، گفته که آیا فکر نمی‌کنید رژیم بعد از به کار بردن تمام تلاش‌های پیدا و پنهانش برای زد و بند با اصحاب مماشات، به خصوص در پوش مذاکرات برجامی در وین و شکست در خلاص کردن اسدی در بدوبستون‌های سیاسی، امروز برای جلوگیری از رسوایی بزرگتر دیگه و دوباره بولد شدن این دادگاه تو سطح بین‌المللی، مجبور به عقب نشینی شده؟ نظر شما را خواستم. فکر کنم این حرف درسته. البته خیلی ارتباطش با مذاکرات وین درسته که مذاکرات وین یک عرصه ای از سیاست مماشات هست، ولی آخه حالا نه به داره نه به باره خودش هستن. معلومه چی میشه الان؟ الان خودشون دوستان ما از خودشون میذارن هستن. خود آخوندا میگن هیچ پیشرفتی هستن نیست. معلومه چی رو بپذیرن چی رو نپذیرن. خودو معلومه تو کجا بیانجامه. بعد کیس قضایی، اونم کیس تروریستی، اونم توی کشوری که جزء اون آدمایی نیست که اونجا تو اون مذاکرات شرکت دارن، یعنی دولت بلژیک. بعد با وضعیتی که خود کشور بلژیک داره، کشوری که کشور شقه است،
دو تا حاکمیت به نوعی داری، حاکمیت فلامان داری، حاکمیت فرانسوی زبان داری، اصلا متفاوته. یعنی اینجوری اینا خیلی من چنین تصور ندارم که بشه اینو ربط داد به مذاکرات وین. حالا ولی این حرف، این بخش حرف قطعا درسته که رژیم میخواد فرار کنه از اینکه یک بار دیگه این تروریسمش تمام قد در عرصه بیرونی مطرح بشه، چون میدونه طرفش مجاهدینن، طرفش مقاومت ایرانه. این طرف هم وقتی پاردون به رژیم بذاره که ولش نمیکنه، که الان پاش دمش هست. بنابراین این فکر میکنه که با نیامدن، با نرفتن در مرحله استیناف چیز از این کم میشه. من میخوام اینجا بهش به رژیم بگم که چیز ازش کم نمیشه. ما در دادگاهی که جریان خواهد داشت و در کارهایی که خواهم کرد اصلا برامون تفاوت نمیکنه که اسدی باشه یا نباشه، رژیم مرحله استیناف بیاد نیاد، چون واقعیت اینه که این کیس مرحله استیناف رفته و حکم صادر شده و بعد انجام بشه. نه، کیس هم رفته مرحله استیناف. آقا این کیس رفته تو مرحله استیناف، مرحله استیناف دادگاه رسیدگی خواهد کرد. بعد تاریخش هم گفتم اون کسایی که دادگاه شرکت خواهند کرد نفرای خود اسدی ان. بنابراین اسدی همشان که دادگاه اول نبود، دادگاه نیست، فرقی بنابراین نمیکنه. بنابراین هم مطبوعات خواهند اومد، هم مجددا تروریسم رژیم مطرح خواهد شد، مجددا یک موج بزرگی از محکومیت ضد تروریستی علیه رژیم خواهد بود. بنابراین این کار در واقع بیشتر یک ژسته، یک ژست تروریستیه در واقعی بخوام بگیم، یک ژست عدم تسلیم به حقیقته، یک ژست عدم پذیرش نرمهای بین‌المللیه، این ژست احمقانه خامنه‌ایه. چطوره که نماینده سازمان ملل، نماینده حقوق بشر سازمان ملل رو راه میدن به ایران؟ خب راه نمیدن دیگه، راه نمیدن، همه دنیا هم راه نمیدن، برای اینکه میگن ما اصلا بیانیه جهانی حقوق بشر قبول نداریم. خب اینجا میگن ما قوانین بیرون که قبول نداریم، ما اصلا خب قبول ندارن، باشه قبول نداشته باشن، ولی تأثیری در آثاری که بر این حکم بار میشه نداره. به عکس، همونجور که گفتم از همین امروز، از همین امروز این حکم قطعی شد. بنابراین روی پیشونی ظریف مهر تروریست زده شد که یک پاکم نمیشه. یعنی یه حکم قطعی شد. حکم قطعی خیلی معنی داره. بله. حکم قطعی یعنی حکمی که یک کارش نمیشه کرد. بله. یعنی یه حکم قبلی استینافی گرفت ولی الان دیگه تمومه. یعنی اونو پذیرفته. در واقع بنابراین خودشون با زبون با عمل خودشون اعلام کردن که ما محکومیم و تسلیم شدیم و این جرم رو مرتکب شدیم و این توطئه رو ما پشتش بودیم. همه اینا رو در واقع پذیرفتن و هزار تا دیگه از این حرفا که بشه زد. اون بمب ما آوردیم، اون این همه حرفا تو این پذیرش هست. اصلا این بمب من آوردم، اون بمب من بردم اینا تحویل دادم، اینا رو من هدایت کردم، من با اینا ملاقات کرده بودم، من به اینا پول داده بودم، من اینا رو توجیه کرده بودم، اینا نفرات من بودن. خب حالا نکنه این حرفا که داره میزنه، این حرفا در واقع حرفای ناگفته، این یک سطر یا نیم سطریه که اونجا نوشته وکیلش، حرفای ناگفته، یک کتاب در واقع حرفای ناگفته پشت اون یک سطر هست. بنابراین همینا رو پذیرفتن دیگه. هموطنی گفته که وکلای دادگستری گفتن که مقامات بلژیکی با هر گونه مبادله احتمالی اسدی با زندانیان غربی در ایران مخالفت میکنه. الان شما نکاتی گفتین که من می‌خواستم کمی توی محتوا بریم. الان اگه نگاه کنید دکتر زادی، هفته گذشته، یعنی تو هفته اخیرم ما موضوع نوار ظریف رو داشتیم که نکاتی گفته بود و موضوعاتی رو افشا کرده بود که دستگاه رژیم به هم ریخته بود. یکی از نکاتی که اون اشاره کرده بود گفته بودش که خلاصه وزارت خارجه های ما بیشتر ساختار امنیتی داره. از طرف دیگه هم روحانی هشتم همین اردیبهشت گفتش که هر گونه عملیات های تهاجمی ما در تا این موضوع ظریف هم داشت صحبت میکرد، میگفتش که ما تو شورای عالی امنیت باید تصویب بشه و حکم نهایی هم به تایید خامنه ای برسه. خب اینا الان تو این دادگاه این حکم رو گرفتن. من میخواستم ارتباط بیشتری رو تو این رابطه توضیح بدین که شما چطور میبینید؟ ببینید ما در مورد همین کیس، خب از روز اول در واقع، یعنی علنا داره اینا خودشون میگن، اگر اشتباه نکنم یک ماه خورده بعد از دستگیری اسدی و شروع این کیس توی اوت 2018 روزش هم نیست کنم 8 اوت بود که بود، اگه اشتباه نکنم تو بلژیک توی بروکسل یک کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که هم نماینده مقامت ایران آقای محدثین بود، هم وکلامون بودن، هم شخصیت سیاسی بودن، نماینده پارلمان بودن، اینا تو شرکت داشتن. توی اون جلسه ما اعلام کردیم که این عمل توسط شورای عالی امنیت ملی رژیم تصمیم گیری شده، گفتیم چه کسایی شرکت داشتن، گفتیم کی بوده این جلسه، تمام جزئیات گفتیم. بعدن در به اصطلاح در همه موزگیری‌های سیاسی یا مصاحبه‌های مطبوعاتی، کنفرانس‌ها ما اینو تکرار کردیم. بله. خب این بحث روشن بود. ولی مهمترین در واقع اظهاریه‌ای که در این مورد داشتیم استماعی بود که یا شهادتی بود که خانم رجوی رئیس جمهور مقاومت داشتند با مقامات قضایی
مربوط به همین پرونده یک استماع مفصلی بود تقریبا یک سال پیش در سال 2019، بیشتر از یک ساله، یک سال خورده پیش، در اونجا اصلا چارت این تصمیم گیری رو دادن به اینها که این چارت توی پرونده هست، چارت رو زمینه پرونده کردن و بعدم توی به اصطلاح شهادتشون هم با جزئیات گفتن که این کیس در واقع به این ترتیب است که شورای عالی امنیت ملی رژیم درش تصمیم گیری به اصطلاح تصمیم گرفته این رو، بعد بردن خامنه ای این رو تایید کرده برای اجرا. دو تا ارگان با هم درگیر هستن، یکی وزارت اطلاعات هست و یکی وزارت خارجه. وزارت خارجه پوش و ارگان و بستر لوجستیک فراهم میکنه، وزارت اطلاعات اجرا میکنه. اسدی هم در واقع معرف این دو تا وزارتخونه با همه، یعنی از یک طرف وصله به عنوان یک افسر وزارت اطلاعات، وصله وزارت اطلاعات به عنوان یک دیپلمات که پوشش هست، وصله به وزارت خارجه. بنابراین هم وزیر خارجه هم وزیر اطلاعات، یعنی هم ظریف هم محمود علوی و هم روحانی که رئیس اون شورای امنیت ملی هست و هم البته بقیه اعضای اون شورا و شخص خامنه‌ای درگیر و مسئول این پرونده هستن. ما این رو به طور خاص خود خانم رجایی با جزئیات این رو تو این شهادتشون گفتن. حرفایی که روحانی به طور مشخص زده انگار که واگوی همین حرفاست، واگوی همین حرفاست. تا حالا هیچ وقت رژیم حرف نزده بود به این دقت و با این جزئیات، نگفته بود که ما همه هر تهاجمی بزرگی که بشه، هر تصمیم بزرگی که بشه، این بریم تو شورای امنیت ملی، بعد همه بس اون چی میگن، یعنی سهه گذاشتن به حرفای مقاومت. دقیقاً سه رؤسای سه قوه رژیم، یعنی رئیسی، الان رئیسی اون یکیش کیه، قالیباف، قبلا مثلا علی لاریجانی بود و چیز و صادق لاریجانی، اینا تو این شرکت دارن توی این شورای امنیت ملی، هم اینا اعضای ثابتش هستن، به علاوه وزیر خارجه هست، خود وزیر اطلاعات هست، وزرای دیگه هستن، آدمای دیگه هستن، رئیس ارتش هست. اینا میان تشکیل میدن کیو؟ تشکیل میدن این شورای عالی امنیت ملی رژیمو. این تصمیم گیری میکنه. خب ما اینو گفتیم، شاید برخی فکر میکردن که این حرف دقیق نیست، الان روحانی اومد مهر صحت زد روی این حرفا، به دقت این حرف دقیق دقیقه دیگه، الان اعتراف خودشه. اما حرف ظریف به نظرم از این مهمتره، به یک معنی، به این معنی که خب تو همه دنیا اینجوریه که وزارت خارجه ها خب یک مسئولیتی دارن، یک کاری دارن، کارشون این هست که در واقع بتونن ارتباط در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رابطه کشورشون رو با کشورهایی که تو اونجا هستن از طریق سفارتاشون برقرار بکنن. خب این وظیفه وزارت خارجه است. اما این یک حرفی زد که گفت که سوال کننده، چون من مصاحبه دقیق گوش کردم، مصاحبه ظریفو، سوال کنندهش میپرسه که برخی از سفرای ما که البته ما رو شما احترام قائل میشه، خود این طرف هم خود این سعید لازم خودش که از همین جنایتکارای همین اطلاعاتیه، گفت که ما برشون احترام قائل هستیم، نه بعدشون خب امنیتی ان. ظریف رو دست اون بلند شد، گفت اصلا وزارت خارجه ما ساختارش امنیتیه، از اول هم اینجوری بوده. حالا سوال این هست که وقتی میگه این دیگه کیه، این دیگه به اصطلاح ببخشید این جمله مدار ممکنه این کلمه اون تعبیر قشنگی نباشه، ولی خب برای اخوند بکنم یه مشکل نداره، این گل سرسبد ولایت فقیه، این ظریف به اصطلاح سخنگوی این دستگاه است در تمام دنیا، توی مذاکرات، توی ملاقات ها ظریف دیگه، معجبات ظریف، خود خامنه‌ای هم همیشه حمایتش میکرده دیگه، قبلا حداقل رسما حمایتش میکرده. خب این میگه چی؟ میگه که دستگاه ما امنیتیه، ساختار ما امنیتیه. سوال، امنیتی یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنین؟ خب رو به کی؟ آره رو به کی؟ این خیلی روشنه. امنیتی یعنی این که ما دستگاهمون رو کوک کردیم برای اینکه کار تروریستی بکنیم. خیلی روشن. معنی دیگه نداره. امنیتی یعنی چی اگر وزارت خارجه امنیتی؟ یعنی اون حرفی که خودش یه جای دیگه گفته که ما در خدمت میدانیم، یه جوری همین حرفو زده. اینجام در واقع میدان میشه تروریسم. نگاه کن این رژیم کارش تروریسمه. حالا یا تو سوریه کار تروریستی میکنه، تروریسم کلان، یا تروریسم دیگه مثل تروریسم بزرگی که میخواست تو بیوان مرتکب بشه، یا ترور همه این سران اپوزیسیون که ترور کرده، ترور دکتر کاظم گرفته تا همه نه همینا. خب نگاه کن این وظیفه اول وزارت خارجه رژیم آخوندی کار تروریستیه. خب کی مقابلشه؟ مقابلش خلقهای محروم هستن، مثل خلق یمن، مثل خلق سوریه، مثل مردم بیچاره عراق و تا اونجایی که به ایرانی برمیگرده، خب مقاومت ایرانه. بنابراین وزارت خارجه رسالتش، مسئولیتش مقابله با مقاومت ایران از سر تا سر جهان. و این کارو دارن میکنن.
یعنی مثلا لابی‌های رژیم توی آمریکا به کی وصلن؟ به خارجی وصلن. اون مردک تیرتا پارسی خب دوست صمیمی ظریفه، ظریف اون رو تغذیه میکنه، بهش پول میده، امکانات میده، تو ملاقات ها میبره، بهش به اصطلاح هم اعتبار دیپلماتیک میده، هم اعتبار سیاسی میده، هم اعتبار مالی میده، هم اعتبار اطلاعاتی میده، بتونه کارشو بکنه. یعنی دستگاه کوک شده برای اینکه جلوی پیشرفت مقاومت رو بگیره. اگر بتونن با لابیگری، با این نوع کارا، اگر نتونستن با شبکه گسترده جاسوسی که دارن میکنن باز تای خط هم با کار تروریستی. بنابراین این دستگاه ساخته شده به اعتراف خود ظریف که این کار رو انجام بده. و طبعا این کارم که میخواستن در ویلپن بکنن، این بالاترین کاری که میخواستن حالا بکنن. تو همین رابطه که شما الان خودتونم دارین میگین که اشاره مشخص بکنین به حرف ظریف و از طرفی هم این حکم مشخص ویلپن آنتورپ بلژیک رو داریم دکتر زایدی، من میخواستم ببینم که الان تأثیر این موضوع رو وقتی که خود وزارت خارجه رژیم به ظریف میشه این حرفی میزنه، روحانیش این حرفی میزنه، تأثیر و این حکم هم بذاریم کنارش، روی سیاست‌های اروپایی و همینطور روی سیاست مماشات اگه بخوایم به صورت کلی‌تر با رژیم بخوایم نگاه کنیم، تأثیر این حکم رو چطور می‌بینید؟ به خصوص این حرفا هم که الان مشخصا خودشون کنارش دارن میزنن. خب آیا چیزی رو تغییر نمیده تو این روابط؟ من فکر کنم که دو تا موضوعه، یک موضوع در اصل رابطه است، یکی در بیان و به اصطلاح در رویه کاره. تردید نباید کرد که سیاست کشورها جدیه، شوخی که نمی کنن که اصل حاکم بر رابطه کشورها چه اصلیه؟ تعادل قواست. اصل تعادل قوا حاکم بر رابطه کشورهاست، مصالح و منافع و تعادل قوا. خب سوال اینه که وقتی ظریف این حرفو میزنه میره پایین یا بالا؟ میره پایین. نه خود ظریف، خود ظریف تو سرش خورده، ولی داره سخنگوی رژیم دیت این رژیم در واقع. نه مهم اینه که آیا دستگاه رژیم میره پایین یا میره بالا. خب روشن که میره پایین. این جیغ و دادک داره میکنن برای چیه؟ برای اینکه اصلا پایین. خب خیلی روشن. کما اینکه اون حرفی که روحانی میزنه، وقتی روحانی به عهده میگیره که این کارا رو وزارت بالاترین ارگان رژیم داره مرتکب میشه، خب پس اینها در تعادل قوا در ارتباطات با بقیه کشورها تو سرشون میخوره. فردا که جلوی اروپایی میشینن، فردا که توی مذاکره تحت وین میشینن، خب چه خبره تو کشور شما سوال میکنن ازشون؟ بالاخره شما چیکار دارین میکنین؟ حرفا چیه؟ کی به کی اصلا؟ اونجا کی حاکمه؟ ما با کی طرفیم اصلا؟ مثلا ظریف فرض کنید فردا میره میشینه دو مرتبه جلوی وزارت خارجه های کشورهای 5 به علاوه 1. ازش پرسن اصلا تو چه کاری؟ تو که خود من کاری نیستم که. نگاهین پس در واقعیت تعادل اینا میرن پایین. پس دست بقیه کشورها روی رژیم بازتر میشه برای اعمال فشار. اما اینکه در بیرون همه کار بکنن، نه. ممکنه ماده اینی بشه که بیشتر رژیم بچاپن از جیب مردم ایران. البته من راستش بعید میدونم، برای اینکه واقعیت اینه که آخر رژیم چیزی هم نداره که الان بخواد به کشور دیگه بده. بنابراین رژیم اون اهرمی که همیشه به کار میگرفته اهرم تروریسم بوده، همین اهرم بوده. این اهرم ها ضربه خورده، هم در دادگاه آنتور ضربه میخوره، هم در اظهارات ظریف ضربه میخوره، هم در حرفای روحانی ضربه میخوره. ضمناً ما هم هستیم. آخه ما هم هستیم تو صحنه ما. وقتی تو صحنه هستیم ما اجازه نمیدیم. ببین ما اجازه نمیدیم که رژیم اون کاری که میخواد بکنه رو بکنه. چرا؟ یک سوال دیگه. چرا امروز اسدی پس گرفت؟ به خاطر اینکه همین وضعیتی که برای رژیم ایجاد کردیم تا یک سال گذشته. بالاخره نگاه کنین تعداد مقالات، تعداد مطالب، مصاحبه ها، کنفرانس ها، یعنی محکومیت ها، قطعنامه ها، آخه همینجوری سر تا سر دنیا رو پر کرده، از اکثریت کنگره آمریکا گرفته تا روزنامه های همه دنیا همینجوری نوشتن. بالاخره رژیم رو معرفی کرد این کیس، خوب ماهیت رژیم رو معرفی کرد. خب این فکر میکنه که الان پس بنابراین چون چنین تجربه‌ای رو داره، همین تو همین سوالم این هموطنم گفته بود، بنابراین فکر میکنه که الان توی مرحله که نیاد یه مقدار میتونه چیکار کنه؟ بپوشونه، کاهش بده اینو، در صورتی که خب اینجور نیست. بنابراین آره، چون ما هم هستیم، بنابراین ما هم فعال مقاومت به عنوان هماورد رژیم در صحنه حضور داره، بنابراین اجازه نمیده که رژیم کار خودشو بکنه. به همین خاطر من فکر میکنم که آره ما باید و که این رو تبدیل کنیم به یک شکست بزرگ برای رژیم. همون حرفا رو، همون به اصطلاح وضعیت به هم ریخته و در به داغون رژیم رو و هم به اصطلاح اون چیزی که در آنتورپ اتفاق افتاد. یک مثال دیگه من بزنم برای اینکه به اصطلاح شما کامل بشه این. نگاه کنید همین دو سه روز پیش یک کلیپی
منتشر شد توی یوتیوب و اینا از مسیح مهاجری. مسیح مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامیه، نفر خود خامنه‌ای بوده، مرکز روزنامه جمهوری اسلامی بنیانگذارش خود خامنه‌ایه، صاحب امتیازش خامنه‌ایه، شخص خامنه‌ایه، چون مال روزنامه مال حزب جمهوری اسلامیه که این اون موقع نام سردبیرش بوده چی بوده. بعد این آقای مسیح مهاجری که آخونده، این آخونده سردبیر روزنامه از 40 سال پیش سردبیر روزنامه است. بعد به لحاظ ترکیب بندی داخلی رژیم نفر رفسنجانی بوده همیشه. تو این کلیپ این میگه که در سال 93، یعنی 8 سال پیش، 7 سال پیش، رفسنجانی منو صدا کرد برم دفترش. رفتم دفترش، بعد اونجایی که معمولا میشستیم حرف میزدیم نشستم، ولی گفت که اینجا صحبت نکنیم، بریم تو اتاق بغلی صحبت کنیم. بعد میگه اتاق بغلی بود، توضیح میده، توضیحاتش من دیگه نمیدم. رفتم اتاق بغلی، میگه اتاق بغلی، بعد صندلیشو چسبون به صندلی من، رفسنجانی. سال کی؟ سال 93. و گفت که ببین تو اون اتاق شنود هست، من تو این اتاق شک دارم، ولی تو اتاق قطعا هست. یعنی نگاه کنین، رژیم برای رفسنجانی شنود گذاشته بوده. بعد اونم داشته میگفته که بر من شنود گذاشتن، یعنی خودش هم میدونست که برای شنود گذاشتن. حالا بعد چه داستانی برای این تعریف کرده برای مسیح مهاجری؟ میگه که برای من با جزئیات توضیح داد که طرح دارن علیه من و اسامی افراد رو برد که چه کسانی هستن که میخوان منو ترور کنن. کیو؟ رفسنجانی. میگه همون کاری رو میخواستن باهاش بکنن که بعداً به نحو دیگری کردند. که تو استخر فرح قربش کردن. خب نگاه کنین، پس بنابراین رژیم در از هم وامیره، داره اسرار رژیم میاد رو. مسیح مهاجری توی دستگاه آخونده آدم پایینی نیست، بخیر سردبیر روزنامه‌ای که خود خامنه‌ای بنیانگذارشه. خب این داره میگه که داره داستان ترور و کشتن رفسنجانی رو از میاره رو. میگه البته اون موقع اون کار نکردن و اون آدم هم کسایی بودن که خود رفسنجانی رو نجات داده بود. میگفت اینا کسایی میخواستن بکشنش که خودشون رو رفسنجانی نجات داده بود، اونا رو به کار گرفتن برای اینکه رفسنجانی رو از صحنه حذف بکنن، ولی بعداً به نحو دیگه اون حذف کردن. خب نگاه کنید، پس بنابراین شما میگین که وضع چیه؟ حرفای ظریف، حرفای روحانی، حرفای خود خامنه ای، حرفای خامنه ای، حرفای مهم میزد خامنه ای. خامنه ای اومد در بله تاکید کرد رو سپاه قدس و آره دیگه، گفت اصلا قدس در واقع همه کاره ماست توی منطقه و کلی تمجید کرد از نور قدس. خب تا حالا خود خامنه ای این کار نکرده بود تا حالا. بنابراین میخوام بگم که رژیم در فاز پایانی، نکته سیاسی اینه، در فاز پایانی در زیرش میاد رو و حتما که از این نوع چیزا، از این نوع افشاگری ها و از این نوع به اصطلاح به هم خوردن های تعادل رژیم در آینده رو بیشتر شاهد خواهیم. بله، ما 5 دقیقه فرصت داریم دکتر زایدی. در این حال سوالی هموطنانم هست. من میخواستم اگه بخوایم کوتاه جمع بزنیم، چون شما اشاراتی کردین، چون از طرفی مختصات فعلی این دادگاه رو گفتین و موضوع استیناف و اینکه خلاصه این سه تروریست دیگه هم با تاریخ نوامبر آینده که خلاصه دادگاه اون هم برقرار خواهد شد، من می‌خواستم به صورت کوتاه بگین که ادامه کارزار رو چطور می‌بینید، که بعدش هم اگه ممکن بود برسیم به سوالات هموطنانم پاسخ. بله، من میگم که ادامه کارزار من اشاره کردم. نیا کنید، ما در 17 و 18 نوامبر یه دادگاه خواهیم داشت. دقیقاً از الانم تا اون موقع همون تبادل لوایح و کاری که داریم، خب کارمون انجام میدیم ما. و من بگم که پرونده‌ای که وجود داره که دست ما هست، به عنوان شاکی خصوصی، من خودم شخص خودم شاکی خصوصی ام، شورای ملی امارات هم شاکی خصوصیه. بله. یعنی ما پرونده رو به طور کامل در دست داریم. این پرونده نزدیک 15000 صفحه است برگه، اصلا مقداری که بسیار زیاد تون هست، ما بسیار کم شده حالا در اختیار مطبوعات و رسانه قرار دادیم، میتونیم بیشتر قرار بدیم و قرار خواهیم داد. بنابراین رژیم باید مطمئن باشه که نه فقط در دادگاه مجدداً تروریسمش محکمتر و جدیتر از مرحله قبل مطرح خواهد شد و روی آکرانا خواهد رفت، بلکه از الان تا اون موقع هم تروریسم رژیم همچنان روی صحنه خواهد بود و اون چیزی که ازش فرار میکنه در مقابلش قرار داره. در دادگاه هم که خیلی روشنه که من عرض کردم، نگاه کنید، اون 3 نفر که خودشون هویت مستقل ندارن، که نه نسیمه نعامی و نه امیر سعدونی و نه مرداد عارفانی، اینا همه نفرات اسدی بودن، اینا با اسدی کار میکردن، اون دوتا از بیش از 10 سال پیش، اون یکی که از 20 سال پیش با رژیم کار میکردن، با وزارت اطلاعات کار میکردن. بنابراین اونها خودشون هویت مستقل ندارن، اونها هویتشون از کی میگیرن؟ از اسدی میگیرن. پس بنابراین وقتی که وارد دادگاه میشن، حرفی که خواهند زد حرفای اسدیه.
بنابراین حضور یا عدم حضور اثری در دادگاه هیچ تأثیر در وسترا در وضعیت دادگاه نخواهد داشت. دادگاه به طور کامل برگزار خواهد شد و به این پرونده به پرونده نه به فرد رسیدگی خواهد کرد و حکمش صادر خواهد کرد. ما به یک سوال میرسیم پاسخ بدیم در دو دقیقه که باقیه. هموطن گفته که واقعیت فایل نوار منظور ظریف چه چیزی هست؟ به زبان ساده چه هدفی پشت اون بود؟ والا فایل ظریف هایی بخوام واریشیم خیلی بحثای مثلا زیادی توش هست، ولی اجازه بدید من چند تا نکته رو ازش همجوری به طور خلاصه بگم. در واقع اعتراف نفر یک دیپلماسی رژیم و به قول معروف نماینده رژیم در دنیا اسمش محمدرضا ظریفه. بله. حتی روحانی هم نیست، ظریف اسمش. این به لحاظ دیپلماتیک هم اینجوریه، به لحاظ حقوقی هم اینجوریه. میدونی که توی به اصطلاح به لحاظ سیاسی به لحاظ حقوقی دو نفر هستن که کشور نمایندگی میکنن، یکی رهبر رژیم اون کشوره، رئیس جمهور یا شاه یا هر کی باشه، نخست وزیر نه، یا رئیس جمهور یا شاه، بعدیش وزیر خارجه است. یعنی تو کنفرانسیون وین این دو نفر میشن نماینده تام و تمام کشور. پس وقتی این حرف داره میزنه حرف تمامیت رژیمه. خب این میگه چی؟ این میگه آقا من که وزیر خارجه‌ام کاره نیستم، من دیپلماسی رو در خدمت تروریسم خرج میکردم و هزینه میکردم، حاکم بر من کی بوده؟ قاسم سلیمانی، اون تعیین میکرد که من چه کار بکنم. خب اینا که این حرف بسیار جدیه. این حرف نمیخوام وارد جزئیاتش بشیم. در مورد هواپیمای اوکراینی این همه بحث میشد که بالاخره چیه عمدی بوده نبوده. میگه آقا خب من رفتم گفتم بهشون، درخواست کردم، خواهش کردم، آقا خب با موشک زدین، خب باشه بیام بگیم موشک زدین، ما بریم رفرجو کنیم. نکنین این یعنی همون تعبیری که مالکش خودش اصلا داره با زبون اشدش میگه. مالکش اعظم نظام میگه شما شلیک کردین، موشک زدین، خب بیاین بگین که من برم رفرجو یعنی چی؟ یعنی مالکشی. حرفایی که ظریف توی این نوار گفته فلواقع حرفای جدیه، کمی که در مورد سوریه بالاخره حرفی خیلی جدی داره. میگه آقا قاسم سلیمانی به عنوان نفر پوتین عمل کرده، اونجا اصلا کاری نبوده، خودش یه جوری طالبان مود کرده بودن که گویا قاسم سلیمانی از طرف خامنه‌ای رفته پوتین رو قانع کرده که پوتین بیاد پشتش برای اینکه بشار اسد رو حفظ کنن. اینجور میگه نیست، میگه بابا پوتین تصمیمش رو گرفته بود که وارد سوریه بشه، ما رو کشون برد توی گرداب سوریه، ما رو وارد کرد و قاسم سلیمانی هم وقتی خواستن به مسکو نامه‌ای که اون درخواست کرده بود، اون وقتی که اونا نیاز داشتن درخواست چیز کردن. خب من به نظرم این حرفا حرفای کوچیکی نیست که اینا گره میخوره با کلیت رژیم و در واقع به طور عمیق از بالاترین نقطه سخنگوی رژیم به نامشروع بودن رژیم، ضد مردم بودن این رژیم، تروریست بودن این رژیم، همه اینا گواهی میده. بنابراین باید به اصطلاح همینجور که الان هم این روزا تمام مطبوعات رژیم هول این داره میچرخه و همه مقامات رژیم و دارن فحش میدن، همین امروز دیدم که قاآنی از ظریف با کلمه پس فطرت مثلا نگاه کنید، مثلا کلمه بدتر از این میشه به کار برد. پس فطرت البته اصلا معنی چیز نداره، اصلا یه حرف بیشتر طرف به نظر عصبانی شده، ولی به هر حال کلمه پس فطرت وقتی به کار میبره در مورد ظریف یعنی چی براش باقی میذاری به عنوان وزیر خارجه رژیم؟ قاآنی بالاخره جانشین قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس الان، درسته که به اصطلاح کار ازش بر نمیاد ولی به هر حال در این پست داره هستش. خب بشه که بسته، منظورم این هست که این رشته که شروع کرده باز شدن منطقا تا باز شدن کل رژیم ادامه پیدا میکنم. دکتر بسیار شما سپاسگزارم. به انتهای فرصت این برنامه رسیدیم. اجازه بدین ابتدا من از بینندگانی که نرسیدیم به سوالات و کامنت های اونا پاسخ بدیم از اونا عذرخواهی کنم و از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون. خیلی من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه اومدم تو این برنامه شرکت کردم. خواهش میکنم.